سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص نحوه نمونگیری توی اکسل با هم صحبت بکنیم ما خیلی وقتا نیاز داریم و خصوصا برای کار مدیریت کیفیتی یا مثلا تهیه نمودارهای کیفیت نمونگیری انجام بدیم توی واقعیت و مثلا توی اینجا یه مثالش این هستش که من یه سری سفارش دارم و میخوام به این افراد زنگ بزنم تماس بگیرم ببینم از سفارششون از خریدشون راضی بودن یا نه و اینجا من تعداد مثلا 8400 تا سفارش یا خرید رو ثبت کردم نمیتونم به همه اینها تماس بگیرم و بپرسم که آیا رضایت داشتن یا نداشتن و خب اینجا نیاز دارم که نمونه گیری کنم و به یک سری از این افراد زنگ بزنم و دوست دارم که نمونه هم تصادفی باشه نمیام هر مثلا سه تا اول یا 50 تا اول رو انتخاب بکنم میام به صورت تصادفی از بین این افراد مثلا 50 نفر رو استخراج میکنم بهشون زنگ میزنم برای این کار من دو تا راه دارم یا بیام از فرمول های رندوم و رند بیتوین استفاده بکنم اعداد تصادفی جنریت بکنم و از طریق این اعداد تصادفی سریال رو انتخاب بکنم راه دوم و ساده ترش استفاده از ادینز آنالیز هستش ادینز تجزیه تحلیل هستش توی اکسل که سامپلینگ داره واسه ما اگر بریم تو تب دیتا دیتا آنالیز اینجا باید باشه اگر نداریم باید بریم تو قسمت فایل آپشنز و تو اینجا ادینز اینجا گو رو بزنین و تیک های ادینز دیتا آنالیز رو بزنین تا اینجا بیاد براتون خب بعد از اینکه دیتا آنالیز اومد براتون اینجا روش کلیک بکنین و میاد آپشن های مختلف تجزیه تحلیل داده ها رو براتون نشون میده که یکی از اونها سامپلینگ هستش که نمونه هست این رو اوکی okay بکنین میگه از اینپوت رنج یعنی اون دادایی که میخوای نمونه رو انجام بدید کدوم هستش من از A2 انتخاب میکنم تا آخرش که 8400 تا هست من از اینا میخوام نمونه گیری کنم اگر از ایوان میرفتم اولیش لیبل من بود که میتونستم مثلا اینو بنویسم از ایوان بعد اینجا تیک لیبل رو بزنم که بگم با اولیش کاری نداشته باش خب بعد از اون باید نحوه نمونه گیری رو بگم دو تا حالت داره یکی پریودیک هستش یکی هم رندوم هستش اگر رندوم انتخاب باشه که به صورت پیش فرض هستش میگه چه تعداد نمونه میخوای بگیری مثلا من 50 تا از این از این 8400 تا مورد 50 تاش رو شو میخوام انتخاب بکنم به صورت تصادفی عدد 50 رو میذارم حالا اول این رو ران میکنیم بعد به پریودیک رو هم با هم دیگه صحبت میکنیم بعدش این هستش که کجا من اینا رو بریزم با یه دونه مثلا رنج انتخاب بکنین اینجا آوت پوت رنج رو اگر انتخاب بکنیم میتونیم بگی آقا بیا همینجا از M1 شروع کن همه این 50 تا رو واسه من بریز اگه نیو شیت رو انتخاب بکنیم میگه یه دونه شیت جدید تولید میکنم واسهت و اسمش رو هم اینجا میتونی بنویسی مثلا سمپلز من مینویسم بعد این میشه نمونه های شما این میشه مثلا یه شیت جدید با این نمونه. یا اینکه اصلا یه دونه ورک بوک جدید یه دونه اکسل جدید با تولید بکنم که میشه گزینه بعد خب اگر این رو من اوکی بکنم میبینه که یه شیت جدید به نام سمپلز واسه من درست کرد و از این پنجاه تا نمونه از این اوردر آیدیا ها رو گرفت حالا من میتونم برم توی مثلا سیستم حساب داریم ببینم این سفارش ها مربوط به چه کسانی بوده و شماره تماسشون رو استخراج کنم و زنگ بزنم بهشون ببینم که آیا از خریدشون رضایت داشتن مشکلی وجود نداشته و غیره خب این میشه یه روش نمونه گیره اما پریودیک چجوری هستش مثلا من اینجا دوباره بیام توی قسمت دیتا آنالیز اینجا سمپلینگ رو بزنین یعنی این الان رنج من هنوز انتخاب شده هستش مثلا الان 8400 تا خرید انجام شده من بخوام مثلا 84 تا از اینا رو انتخاب بکنم بعد بگم از هر 100 تا یه دونه رو انتخاب بکنن یعنی 84 نفر از هر 100 تا مورد یه دونه تصادفی میکشه بیرون از هر از این 100 تا اول یه دونه از 100 تا دوم اینطوری میدونم که از کل تاریخ های من مثلا اینجا اوردر دیت داریم دیگه اگر سورت کرده باشم یعنی سورت نشده اگر اینا رو مرتب سازی کرده باشم اونطوری میدونم تقریبا از همه تاریخ ها یکی یه دونه رو کشیدم بیرون و اینطوری میتونم به تصور کنم که در واقع نمونه های تصادفی که کشیده بیرون توی همه اینا به درستی پخش شده بعدش میام اینجا اسم اون ورکشیت که سمپلز بود دو تا ورکشیت با یک نیم نمیتونیم داشته باشیم مثلا من اینجا میذارم سمپلز پریودیک خب و بعد این رو اوکی میکنم خب میبینیم که اینجا با سه ماه 83 تا نمونه تصادفی گرفته و چرا 84 تا نیست به خاطر اینکه اینجا اولیش اوردر آیدی بوده و ما در واقع 8399 تا سفارش خرید داشتیم که از اینجا هر صد تا رو گرفته شده 83 تا نمونه تصادفی خب ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com کانال یوتیوب diaco.tv و کانال تلگرام ltd مراجعه بکنید